بسم الله الرحمن الرحیم با درود سلام فراوان به منجی عالم بشریت آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و سلام درود به شهدا و امام شهدا و آرزوی سلامتی و تندرستی برای مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین جهان امام خامنه ای عزیز و همچنین عرض ادب و احترام به محضر همه دانشمندان، متفکرین و فرزانگان علوم شیلاتی و اساتید دانشگاه. همونطور که مستحضر هستید، خاویار ایران در جهان از رتبه بسیار مهم و نخست جهانی رو که دارا می باشد، از لحاظ کمی و کیفی ما رتبه اول جهانی رو دارا هستیم. در این خصوص برای حفظ و پایداری و استمرار این گونه های با ارزش جهانی که قریب 27 گونه در جهان و حدود 7 گونه با 2 گونه هیبرید در ایران عزیز ما در این خصوص بهترین گونه ها و خاویار دنیا رو داریم. لذا همه عزیزان دانشمندان ما در خصوص علوم شیلاتی جایگاهی رو پیشنهاد کردن در سال 1373 در خصوص انستیتوی بین المللی ماین خاویاری به خاطر حفظ پایداری این گونه های فسیل که زنده هستند پیشنهاد دادند و به لطف خدا در اردیبهشت سال 73 با دست مبارک ریاست جمهوری افتتاح و قریب 3 دهه و همکنون فعالیت‌های خوش رو در زمینه‌های ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، تغذیه و خصوصاً آبزی‌پروری ادامه داده و موفقیت‌های چشمگیری رو در این خصوص به دست آورده و الحمدلله در این عنوان و این راستا قریب 196 سایت تکثیر و پرورش خصوصا در کل استان‌های کشور عزیز ما فعالیت داره و کلی از عزیزان ما اشتغال دارن و ما به لطف خدا در بحث تکثیر، در بحث فراوری این گونه، در بحث گوشتی این گونه با ارزش خاویاری تلاش های وافری رو صورت گرفته و همچنان ما تو جایگاه جهانی قرار داریم و همچنین در این خصوص ما برای همه عزیزان ما، دانشمندان ما، کارشناس های خوب ما که در سراسر دنیا در این امر ترویج فرهنگ آبزی پروری رو خصوصا خاویاری ایران رو در دنیا گسترش دادند آرزوی سلام. هدف از تشکیل این بخش ارائه راه حل‌های مناسب جهت دستیابی به تکنیک‌های تکثیر و پرورش تاس‌ماهیان، اهم از آب‌های شور و شیرین در استخرهای خاکی و بتونی، فایبرگلاس، قفس، پنکالچر و سیستم مداربسته.
مطالعه در جهت افزایش راندمان تولید بچه تاسماییان به منظور بازسازی ذخایر، مطالعه نیازهای غذایی و فرمول کردن غذاهای مختلف جهت دستیابی به بهترین جیره غذایی با حداکثر سرعت رشد و حداقل هزینه‌های تولید، ارائه الگوهای پرورشی تاسماییان و برنامه ریزی های لازم برای توسعه پرورش جهت تولید گوشت و خاویار، پرورش انبوه غذای زنده و به کارگیری آنها در سیستم های پرورش لارو و بچه ماهی انواع تاسماییان، تعیین احتیاجات غذایی ماهیان خاویاری در مراحل مختلف رشد، مولدسازی و استحصال خاویار می باشد. خاویار طلایی یکی از با ارزشمندترین و گران قیمتترین خاویارها هست. در واقع این ارزش خیلی زیادی داره. آیا من بچه ماهیاش هم همین راه رو چیز میشه یا نه؟ فقط این شرایط تغذیهش ممکنی بوده یا نژادشون بوده؟ در سطح آلبینو بله اجاز رو بعدی Thank you.
استانداردسازی مزارع و تدوین دستورالعمل‌های ترویجی برای توسعه آبزی‌پروری، اجرای پروژه‌های مشترک با مراکز دانشگاهی، علمی، اجرایی، بخش خصوصی و ترویج یافته‌های تحقیقاتی، شناسایی و امکان‌سنجی مناطق مستعد کشور جهت پرورش گونه‌های مختلف ماهیان خاویاری، انجام طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی و احداث پایلوت جهت تولید گوشت و خاویار پرورشی. تجزیه و تحلیل کارشناسی و تخصصی امور مربوط به تغذیه و پرورش تاسمائیان، تولید خاویار پرورشی از گونه های شیب، تاسمائی سیبری، بزنبرون، تاسمائی ایرانی و فیلماهی، دستیابی به دانش فنی تولید جیره های غذایی مراحل مختلف رشد و مولدین، استفاده از سیستم آب برگشتی، جهت صرفه‌جویی در مصرف آب، ارائه روش های کاهش مصرف آب جهت پرورش ماهیان خاویاری با استفاده از سیستم آب برگشتی، دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش گونه های مختلف ماهیان خاویاری. استفاده از روش‌های جدید تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، غذاده‌های اتوماتیک، سیستم بازگردشی آب و غیره جهت ارائه تولید ماهی در واحد صد و کاهش هزینه هاست. ارتقای کیفیت مولدین ماهیان خاویاری، تولید بچه ماهیان مقاوم با بازماندگی بالا از مولدین ماهیان خاویاری، افزایش تولید خاویار پرورشی، اجرای پروژه پرورش ماهیان خاویاری در استخر خاکی، مخازن فایبرگلاس و بتونی با استفاده از تکنیک بایوفلاک، اجرای پروژه مشترک با کشور روسیه در خصوص سیستم مداردسته که همون رس هست، اجرای پروژه های مشترک با کشور روسیه در زمینه پرورش ماهیان خاویاری با استفاده از قفس یا همون کیج کالچر. Thank you.
خلاصه چارچوب عناوین پروژه‌های بخش آبزی پروری میتونه شامل پرورش و تغذیه بچه ماهیان، شامل نگهداری بچه ماهیان در مخازن دوتونی فایبرگلاس، پرواربندی شامل نگهداری ماهیان در مخازن بتونی گرد، تعیین جنسیت از طریق لاپاراسکوپی سونوگرافی، مولدسازی نگهداری ماهیان در مخازن بتونی تا رسیدن به وزن مناسب تکثیر، شناسایی مولدین از طریق پلاک گذاری پس از تعیین جنسیت از طریق سونوگرافی یا لاپاراسکوپی، پروژه‌های تحقیقاتی با مؤسسات تحقیقاتی و اجرایی کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه کشور روسیه به منظور ارتقای دانش فنی مرتبط با تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، افزایش ارتباط با مزارع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در سطح کشور به ویژه استان گیلان، انتقال دانش فنی حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی به بخش خصوصی، مراکز و صاحبان و دست اندرکاران مزارع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، کاهش هزینه‌های تولید در مراحل لاروی و پرورش بازاری، ارتقای کیفیت لاروهای حاصله از تکثیر مصنوعی مولدین ماهیان خاویاری. روش‌های افزایش تولید در واحد سطح با ارتقای مدیریت پرورش، ارتقای دانش تغذیه و پرورش لارو ماهیان خاویاری، ارتقای دانش تکثیر ماهیان خاویاری از مرحله لقا تا بچه ماهی، انتقال دانش فنی حاصل از اجرای این طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی به بخش خصوصی و صاحبان و دست اندرکاران مزارع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، کاهش هزینه‌های تولید در مراحل لاروی و پرورش بازاری و ارتقای کیفیت لاروهای حاصله از تکثیر مصنوعی مولدین ماهیان خاویاری.